مسئله دیوار چین سفارت افغانستان در کجا رسید؟ هنوز خلاص نشده. با قرار گفته سفیر اون مسائل خبرسازی که شما گفتین، من میدانم اشاره شما به اون دیوار 2 میلیون دلاری مان است. کارش تمام شده دیوار مان در سفارت؟ نه خیر، هنوز هم ادامه داره، من مراحل آخریش است. اما چرا دیوار اینقدر قیمت بود؟ یک دیواری که به گفته سفیر 86 متر است و 2 متر یعنی 6 فوت بلندیش است، یا 3 متر 9 فیت. و چرا اصلا این دیوار در اینجا است؟ به این که از زبان سفیر رویا رحمانی بشنیم که چرا این دیوار یک دیوار عادی نبود، چرا اینقدر قیمت تمام شد؟ 1,800,000 دلار به گفته سفیر افغانستان در امی مصاحبه گفته که ما ورش لازم نمی بینم که به خاطر از اینکه این مسئله متر از این است که دیوار است، به خاطر که این دیوار یک دیوار عادی نیست. میگه ای که این دیوار قدر قیمت شده از خاطر از این است که چقدر متر است این دیوار. اصلا درازی دیوار که 86 متر است و خب قیمتش رابطه نداره، به خاطر از این است که یک دیوار عادی نیست. چرا دیوار عادی نیست و چگونه دیواره؟ این دیوار است که استحکام تهداب خانه امسایه است. رویا رحمانی میگه دیوار به خاطر 1.8 میلیون دلار شده که این دیوار استحکام تهداب خانه امسایه است. این دیوار است که استحکام تهداب خانه امسایه است. ما در امریکا رقم افغانستان دیوار جور نمی کنیم. در بین خانه ما و همسایه ما، همسایه دیگه، همسایه دیگه، همسایه دیگه، در این منطقه ما شاید از 1000 خانه 10 خانهش دیوار داشته باشه یا 20 تانش، دیگه که از دیوار نمی مانه. مثل افغانستان وار مردم وار خطا نیست که الان دزنه یا الان چی، و اگر دیوار هم باشه از چوب، از چی سیم جالی و چیزا جور میکنن. به هر حال دیوار که در امریکا جور میشه مسئله پرایوسی است. یکان دفعه یک نفر میخواد که از همسایه دیگر جدا باشه، خودم کت خودم میباشم، این پرایوسی میشه. یا دیوار امنیتی میباشه که یک جایی را محافظه میکنن، دیوار جور میکنن به خاطر که خود محافظه کنن. مثلا یک سفارت میتونه که دیوار داشته باشه برای محافظت خود. سوم دیگه قسمی که سفیر گفت، این دیوار اصلا نه به خاطر عزیز که سفارت محافظت کنه، نه که برش پرایوسی به تک جدا بسازش. چرا ای را ما رفتم سعی کردم، از سه طرف دیگه دیوار نداره، تنم یک طرف دیوار داره. قبر ملا نصرالدین نیست که دیوار یک طرف بسازی. اینا میگه ای بر استحکام خانه همسایه است. در امریکا ما بلدر هستم، خانه جور میکنم، من مسئولیت خانه همسایه را ندارم که بر از او دیوال کانکریتی کلان جور کنم. خانه تا دلت میمونیش که بلخشه، هنوز اگر در زمین ما در سفارت ما خورد تاوان سفارت هم ازت میگیریم. تیزه که ده امار که یک دیوال کانکریتی که خانه سر من نیه. قانونا مسئولیت از اوست. ما هیچ وقت بر همسایه خود دیوار جور نکدیم که تعداب از او را محافظه کنه. اگر تو یک همسایه داری که خانهش هم تو میایی در پولیش خانه جور میکنی 2 متر دورتر و در اینجا 4 متر 5 متر زمین میکنی و امی سایل یا خاک ازی تو یک خاک مستحکم نیست، چانس است که خانه لغزش پیدا کنه، این مسئولیت توست. در اینجا تو باید اول مسئولیت خانه همسایه را بسنجی. اما این خوب نیست. سفارت افغانستان از سالهای جا بوده، خانم در اوجا بوده، اگر دیوار کنه شده، دیوار بوده که در اوجا بوده کنه شده، حالا باید اثر نوشه. تعداب از خانه در اوست، مشکل از اوست. ما تنها برای امنیت خود شاید کار داشته باشیم، بنان ما اموی سهش جور میکنیم به امو اندازه که امنیت ماست. اگر برای تعداب از اوست پیسه زیادیش او میته. مسئله جدا شدن و امنیت شب اردوی ما یک جایی قانون امی از همسایه داری. یعنی اینا بر استحکام تعداب خانه همسایه ای دیوار جور کردن که هیچ اصلا مسئولیت قانونی نداشتن که جور کنن. ولی خیره، ولی چرا
امی استحکام خانه همسایه در سر از دیوار است. ببینین؟ یعنی خانه همسایه که چند متر از سطح زمین سفارت بالا است، اگر این دیوار به مو شکل که باشه که ما قراره که باز هم فهمیدیم پیش از اینکه دیوار تعمیر میشد باید زمین حفر میشد که این دوباره احیا شود. میگه خانه همسایه چند متر بالاتر است. با ما چی قرار است؟ بعد کده که در بالای جور کده خانه جور کدی خانه تا محافظت کو. حالا این خو مسئولیت ما نبود، اما بیا این یک دفعه میره یک سعی کنیم که چقدر بالاست. ما در سفارت افغانستان در واشنگتن هیچ وقت نرفتیم، حالا از طریق ستلایت میتونی ببینی. ما شما را از طریق ستلایت میبرم سفارت از بالا اول نشان میتم که تنها در یک طرفش یک خانه است، طرف دیگه سرک است، او طرف دیگه سرک است، پشت سرش هم یک گرین بلت است، یعنی که درخت سبز است که هیچ آبادی داشت نیست، یعنی میعکسون سر دیوار است. و ببینیم که امی خانه همسایه از ما که در قسمی که میگه چند متر بالا است، یعنی حداقل چند متر که میگه حداقل دو متر قایده قد یک آدم باید بلند باشه، ولی چند متر که میگه حداقل 3-4 متر باید باشه. بیاین که بریم امیر سعی کنیم امیر غول واره گفت امیر رد نکنیم که میشه که امیر باشه ما نفاییم ناقی این مردم دوز 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 میگیم. خب بیاییم یا مگه حق داره که امیر معقول و منطقی یک سعی کنیم. بیاین که ما ببرم اول شما را از بالا نشان میتم. اینی سفارت افغانستان ها دینمی چارکنجی که هسته، اینمی سفارت افغانستان است. قسمی که میبینین طرف چپش هم اگر پیش رویش ساد شین، طرف چپش هم سرکت، طرف پیش رویش هم پشت سرش گرین بلت هست، درخت ها و اینا هست، هیچ خانه داشت نیست، طرف راستش یک خانه است. اینال ما شما را میبرم در زمین، از زمین سعی کنین که آیا این خانه دیگه همه که رویا رحمانی میگه چند متر بالا است یا نه. سعی کنین اما جالبی است که خانه همسایه چند متر بالا نیست، یک و نیم متر، و به این اندازه که از دیوار فاصله داره ریتیننگ وال کار نداره، به خاطر که سلوپش بسیار یک یا می سرپاینیش بسیار کمه. خودم او استرکچر خانه زورش در زاویه 45 میره، در زاویه 45 اصلا اینمی دیوار بر از اینمی خانه اصلا هیچ ضرور نیست، هیچ وزنی خانه در سر از دیوار نمیه. دیگه ای که همی طول دیوار رو میگن که 86 متر، 8-324-250 فوت تقریبا میشه. ای را که ما با چشم میبینم حداقل همی سه که ریتیننگ وال کار باشه، ای 86 فوت، 86 متر نیست. احتمال اغلب که آدمای بی سواد تفاوت متر و فوت نمیفهمند، افغانستان سیستم متری که یا فوت هیچ نمیفهمند، یا کمی جا آمدن در امریکا در سفارت کار میکنن امیر در کله خود نگرفته که 86 متر یا فوت، که مو کانترکتر گفته 86 فوت یا گفته متر، اما ما که با چشم میبینم یه 86 متر معلوم نمیشه. اگه هست ما معذرت میخوایم کمره تو، اما ارتفاع از این خانه دیگه اینقدر بالا نیست که ریتیننگ وال تا کار باشه، اگه باشم مربوط ما نیست. و رویا رحمانی بسیار خجالت آور است که خودت میگه خانه همسایه چند متر بلند است و ریتیننگ والشان ما باید میکدیم استحکام از خانه با دوش سفارت غریب مردم غریب افغانستان نیسته. اون ماشایی را که از شبکه جاسی میگیری تو حق داری که عکت معتبری کنی، اما اون مردم غریب است، خودت باید در سفارت نباشی. اما اگه تو نباشی که می یک دوز دیگه می دیگه، از این خاطر سفارت خانه دوزار شده، حکومت خانه دوزار شده، از این خاطر اقا مهم نیست که باشی یا نباشی، باید تو حکومت سرنگون بسازیم تا اینی دوزا از تمام سفارت ها
پاک ساخته شوند.